مجید جان سلام. سلام آرمین جان، حالت خوبه؟ خوبی، مرسی. بحث افغانستان رو برمیگردیم. برگردیم. آره. بگو. اولا که ما اونجا یه صحبتی کردیم، گفتیم که اگر دوباره این اتفاقات نشد من حق دارم و تو قبول کردی. اگر دوباره بمب‌گذاری نشد و داعشی در کار نبود، حق با من بوده که اونجا بمب‌گذاری دست خودشون. بعدم من اونجا من به شما گفتم طالبان همونه، اینا همه با همن. اول مجیدان، اول بیام توضیح بدیم برای که بعضی ممکن ندونن که موزه بحث چیه. خب بذار من بس بمب‌گذاریه. ما در مورد بمب‌گذاریه فرودگاه افغانستان صحبت کردیم که من معتقد بودم کار خود طالبانه، بی خود میگن داعش و فلان، اینا در کل زیاد با هم فرقی ندارن. شما گفتین نه، داعش خراسان اینجوریه و با اینا خیلی فرق داره. بعد یه تناقضی همون وسطای حرفت بود که اینا با هم فک و فامیل هم هستن، از هم دختر میگیرن و هم دختر میدن. خب وقتی یه همچی فامیل بزرگی، حالا فکر کن مثلا القاعده پایش داعشه دیگه، میخوام اینو بگم. اینا همه با وقتی اومدن هی یواش یواش از هم جدا شدن، اونم نسبت به اینکه با جهان چه برخوردی و با آمریکا مثلا بسازن یه جاهایی اوکی بدن، یه مثلا یه ذره کوتاه بیان به قول آقای خامنه ای نرمش قهرمانانه میکنن یه جاهایی، یه جاهایی هم تندروی، بعد یه جاهایی از هم سوا میشن، اصلا میگن نه آقا ما نمیخوایم، این میره گروه خودشه. ولی در کل توی عملیات ها چون هدف یکیه، اینا با هم همکاری میکنن. همینجوری که جمهوری اسلامی میاد القاعده رو تو ایران راه میده، نگهداری میکنه، محافظت میکنه. القاعده ای که اونجا طالبان سر دیپلماتای ما رو بریدن، ولی اینا با هم الان جور شدن. این یه مسئله که گفتی فرق نمیکنن، یه جاهایی هم میچسبن که اصلا هیچ رقم تو نمیتونی بگی با هم همکاری اینا نمیکنن. ولی مجید داعش که اتفاقات افتاده، تو حرفاتو زدی دیگه، من بذار حرفامو بزنم. تو حرفاتو عمل زدی اول برنامه، آخه تو دهن من محکوم کردی به ساده اندیشی و ساده نگری جهانی، در صورتی که تو دنبال روی مطبوعاتی و چیزی که آمریکایی‌ها دارن میگن داعش فلان. آقا جان داعش الان این داعش درست کردن اینا یه چیز مثبت شده از طالبان، یعنی اینا خوبن اونا بده، اینو قبول کن. بعدم کو داعش؟ کدوم الان انتحاری؟ کو چی شد؟ یهو تخمش ملک خور دیگه، اینا با اینا دعوا ندارن. بگو حالا. اولا تو خودت الان چند بار خودت رو داری نقض میکنی، تو در من هم داری حرف میزنی. خب اولا من نگفتم فرق ندارن، من اتفاقا اگه گوش کنی گفتم هم شباهت دارن هم فرق دارن. خب و اگه هم شباهت دارن هم فرق دارن معنیش اینه که یکی نیستن. تو خودت همین الان گفتی فرق ندارن، گفتی که داعشیا با طالبان فرق ندارن. من دارم میگم گفتم مثلا جدا میشن به خاطر دیدشون نسبت به جامعه جهانی فرق کرده. مگه میشه تو اونجوری که شما داری میگی علمی بوده؟ بذار خب من اینا رو بگم. علمیش بله، ما با یک ثانیه پیشمون هم فرق داریم. مگه میشه طالبان تو 20 سال فرق نکرده باشه؟ اما هدف همونه عزیز من، فقط میخوان یه جوری نشون بدن. من نوبت من مگه نشد؟ بگو، تو گفتی حرفاتو بگو. اول برنامه عمرو میشینی میگی بعد ما رو خب منم الان گذاشتم که تو، منم گذاشتم تو بگی، هیچ نگفتم. همه حرفاتو بزن که من نوبتم بشه بتونم بگم. من میخواستم بگم این بچه‌هایی هم که پشت خطن اگه بحثشون همین افغانستانه، اینا رو هم بیار، هر کی 2 دقیقه صحبت میکنه بلکه کمکم بشه، همه با هم این برنامه رو ببریم تو، اگه دوست داری، اگه که من نمیدونم. تو لایو چت، تو یه پرایوت چت به من بگین که بحثتون افغانستان هست یا نه، که من با مجید بیارمتون بالا. الان نوبت من شده یا نه؟ اون هم طولانی. بله بفهم، خواهش میکنم بفهم. خب میذاری یا نه؟ خب ببین هدفاشون هم فرق میکنه. تو ببین، هم تو میگی هدفاشون فرق نکنه، اتفاقا
داعش خراسان هدفش با طالبان بسیار فرق میکنه. من این حرفم من گفتم که ببین اینا فک و فامیل همدیگه هستن. یه شباهتی که طالبان با داعش خراسانی داره اینی که تقریبا همون آدماشون خیلی با هم قاطی پاتی هست. خب از یه گروه همه میپرن به گروه همدیگه، جفتشون هم به شدت پشتونن. خب شباهتی بسیار زیادی داره. اتفاقا داعش خراسانی اکثر کسایی که تو داعش خراسان هستن کسایی بودن که قبلا طالبان بودن. خب معلومه که همون آدم ها هستن. خب معلومه که اینا فک و فامیل هم دیگه هستن، خانواده هم دیگه هستن، ولی اینکه آدماشون با هم رابطه اینجوری دارن معنیش نیست که هدفشون یکیه. خب هدفشون اتفاقا بسیار با هم فرق داره. شما نگاه کنین الان داعش خراسان اتفاقا طالبان رو مرتد میدونه. خب مرتد میدونه به خاطر مذاکره با آمریکا. خب مرتد میدونه الان به خاطر اینکه تفاوت‌هایی که طالبان امروز با طالبان 20 سال پیش داره و یک سری چیزایی رو مثل اینکه حتی حرف اینم که داره میزنه ما قبول می‌خوایم بکنیم و اینا خیلیشون دوست ندارن، میگن که این ما خیلی زیادی داریم آزادی میدیم به مردم اینا. یه حساسیت بسیار زیادی که این داعش‌های خراسان با طالبان الان دارن اینه که حتی این حرفی که طالبان زد که شیعه های توی افغانستان رو ما بهشون امنیت میدیم. خب البته ما میدونیم حتی اگه بعضی از طالبانی ها اینو بگن بعضی از طالبان دیگه میفتن به جون شیعه ها. یعنی من شما نگیم آرمین حرف طالبان رو باور کرد، نه بعضی هاشون میگن که ما به شیعه ها امنیت دارشون به وجود میاریم برای اینکه میخوان رابطه داشته باشن به کشور دیگه، بعضی جاشون یه میفتن به جون. من میدونم اگه مثال بیاد فردا پس فردا بازم بیشتر به شیعه حمله کنه، نگو آرمین دیدی حرف طالبان رو باور کرد. من میدونم که هست، میدونم هم که احتمالاً بیشتر هم اتفاق میفته، ولی همین حرفی که بعضی از طالبانیا میزنن که ما شیعه ها اینجا ما براشون ارزش قائل میشیم، امنیت بهشون قائل میشیم، حمله بهشون نمی کنیم، حتی چه ظاهری باشه چه واقعی باشه، همین کلی بعضی از این داعشیا رو اصلا باعث شده بعضیا از طالبان جدا شدن وارد داعش بشن. این بزرگترین گناه برای بعضیا این بوده. خب یه تفاوت دیگه هم دارن اینه که طالبان فقط افغانستان براش مهمه. خب طالبان این که مثلا بخواد دنیا طالبان رو بگیره همچین چیزی نمیخوان. خب این که مثلا باعث بشن که آخر زمان بشه، اسلام و مثلا تو آمریکا یه موقع طالبان بیاد پرچم طالبان توی کاخ سفید بذاره و این چیزها رو توی تئوریشون نیست. خب اینا میخوان افغانستان رو حکومت کنن. خب میخوان تمام افغانستان بیفته دستشون. خب هدف اصلیشون اینه تمام افغانستان بیفته زیر دست طالبان. هدف طالبان اینه، هدف داعشی نیست. هدف داعش یعنی هدف نهاییشون اینه که خلیفه رو برگردونن. الان فکر میکنن که اتفاقا تو خراسان بزرگ یعنی بهترین جاست برای یعنی گفتن داعش اول سعی کردن رو توی عراق و سوریه شروع کنه، ما الان فکر میکنیم که تو خراسان بزرگ این بهترین جاه برای اینکه اونجا آمریکا و قدرت‌های دیگه، ترکیه و آمریکا و بقیه قدرت‌های دیگه، اسد و اینا قدرت حضور زیادی دارن، اینجا دیگه آمریکا دیگه بر نخواهد گشت. اگه ما بخوایم خلیفه رو برگردونیم اینجا باید شروع کنیم، بنام که برگردونیم همه جهان رو می‌خوایم بگیریم. خب یعنی داعشی‌ها فلسفه‌شون اصلا اینه، این هدف و فلسفه‌شون با طالبانی‌ها به شدت فرق داره. حالا شما میگی من اگه فرقش رو بگم بعضی میام یا نه آرمین اینشون اونشون با این لیست چیزایی که با هم شباهت دارن، بله من میدونم کلی با هم شباهت دارن، ولی خب کلی هم فرق هم با هم دارن. من اگه فرقاشون رو دارم اشاره می‌کنم معنیش اینه که شباهتشون رو میگم وجود نداره. خب متوجه شدی؟ بگو متوجه شدم. بعد جدی متوجه شدم. ببین آرمین جان، شما داری ببین الان چند تا مسئله، ما که گفتیم اینا جدا شدن دیگه، مثل توی فلسطین جهاد اسلامی، حماس، فتح، اینا همه میان از هم جدا میشن. یه زمانی اینا با هم مبارزه میکردن ولی بعدن سیاستاشون تغییر کرده، یکی اسلامی شده، اونا بیشتر چپی بودن. ولی مثلا الان جهاد اسلامی، داعش با هم همکاری میکنن آقا جان اونجا. بعد اگه حماس یه موقع مثلا میخواد یه عملیاتی انجام بده همکاری میکنن. در کل هدف اینه که الان میگه افغانستان دستش بیفته، طالبان فقط افغانستان، به خاطر اینکه قدرتی نداشته. الان میگه بعد من اینجا استابیل بشم، افغانستان رو بگیرم،
بعدن اهدافش میشه همسایه ها، بعد میشه یواش یواش هی میره پیش، هی میره پیش. کلن اینا هدفشون اینه که جهان اسلامی باید بشه. هدف همه اینا که اینجوری انقلابی به وجود اومدن از زمان انقلاب ایران هم اوج گرفته، به خاطر اینکه ما شروع کردیم اول اینا رو اینجوری این سیستم هی گروه های اینجوری درست کردن، شیعه اول بعد اونا. اونا اگه بودن قبلا انقدر قوی نبودن یا انقدر اینجوری مبارزات آنچنانی نمی کردن. الان ببین چه وضعی شده تو دنیا، شیعهش از یه طرف، حالا سنیش هم اینا رو اومدن دیگه، و طالبان و القاعده داعش جهاد اسلامی هم هست. تو ببین اینو قبول دارم مجید، این حرف تو قبول دارم که همه اینا البته قبل مثلا یه مدت اگه برگردیم اینا قبلا هم وجود داشته، ولی خب این جدید، یعنی این حرکت های جدید تروریستی اسلامی اکثرش از بعد از 1979 انقلاب اسلامی تو ایران به وجود اومد. خب یعنی همه اینا رو دنبال رو بگیری میبینی که همه اینا یه جوری وصل میشه به انقلاب تو ایران. خب یعنی 1979 خیلی ایرانی نمیدونن، فقط انقلابی که اتفاق افتاد توی تمام خاورمیانه و دورورش یه سری چیزایی رو همه جا شروع کرد. اولین مهمون ما یاسر عرفات بوده اومده تو ایران. آره ببین، هم تو عربستان، ببین هم تو عربستان، هم توی مصر، هم توی پاکستان و هم تو افغانستان اتفاقاتی که افتاد به خاطر انقلاب تو جمهوری اسلامی همه این چیزها رو با هم شروع کرد. البته تکلتی نیست، دلایل دیگه هم وجود داره، ولی اینو قبول دارم. ولی ببین منم قبول دارم که اینا با هم همکاری میکنن، خب ولی من میگم که همکاری میکنن معنیش این نیست که اینا نگین اینا یک خودشونه یکیان. خب یعنی همکاری کردن و نتیجه بگیرن که اینا همون خودشونن، اینا همشون یکیان، یه چیزن، یک حرفی رو که درسته رو تبدیل میکنه به یه برداشت سطحی. میدونی منظورم چیه؟ یعنی من اینا همه یکیان، یکی نیستن، ولی هدف ها وقتی به اون پایش میرسه ضد آمریکایی میشن و اینجا رو ضربه بزن و فلان کن و شیعه و اینا میاد وسط. میگم جمهوری اسلامی الان با طالبان همکاری میکنه، تو ببین دیگه وضع چجوریه، سرمون داره سوت میکشه. آخه تو با طالبان معلومه که همکاری، معلومه که همکاری میکنه توی همچین ببینید. ولی یه چیزی بگم، ببین مثلا ما رو مثلا با عربستان سعودی مقایسه، جمهوری اسلامی رو با دولت عربستان سعودی مقایسه کنید، خب حکومت عربستان سعودی، این اونا هم اونا خیلی شباهت دارن، خیلی شباهت دارن، خب ولی یکیش ضد آمریکایی، یکیش ضد آمریکایی نیست. خب یکیش میخواد خارج از مرزش امپراتوری، جفتشون اسلامیان، خب شباهتاشون زیاده، ولی مثلا جمهوری اسلامی خارج از مرزش میخواد امپراتوری به وجود بیاره. خب عربستان سعودی این کار همچه هدفی نداره با اینکه اسلامیه. خب عربستان سعودی با اینکه اسلامیه، با اینکه خیلی چیزاش مثلا جرم جنایتاش شباهت داره به جمهوری اسلامی، ولی هدفاش دفاعیه، هدفاش اینه که مثلا جمهوری اسلامی وارد تهدید برای عربستان سعودی نشه، نمیخواد بیاد توی مثلا ایران یعنی نفوذ پیدا بکنه، گروه های نیابتی تو خود توی ایران به وجود بیاره، همچین هدفی نداره. خب یعنی همه حرکتاش واکنش به جمهوری اسلامی، نمیخواد بیا یه امپراتوری اسلامی تو خاورمیانه به وجود بیاره. یعنی چون شباهت دارن معنیش نیست که همشون یه هدف دارن. خب شما میگین الان طالبان هم اگه یه روز بیافته تو قدرت، ممکنه اونا هم بخوام بیان حکومت اسلامی خارج از افغانستان تشکیل بدن. عربستان با ایران مثال خوبی نبود، این مثال خوبی نسبت به طالبان و داعش و القاعده نیست، چون اونا هم سیستمشون، اون سیستم پادشاهی، بله حالا اسلام هم اونجا حاکم هست، قوانین اسلامی هم هست، ولی سیستم هم اصلا سرسپرده آمریکاست، هر چیزی داره از آمریکا میاره، آمریکا اونجا ریشه داره. من دارم میگم منظورم اینه که منظورم این بود که هر چیزی که اسلامیه معنیش نیست که همه هدفاش یکی میشه. الان بعضی میگن که پس حمله به یمن چی؟ در برای حمله به یمن بگم، حمله یمن و عربستان سعودی از ترس وجود جمهوری اسلامی تو یمن، یعنی یعنی عربستان سعودی فکر میکنه گروه های شیعه توی یمن باعث نفوذ جمهوری اسلامی از حمله به اون طرف بهش میشه، برای همین وارد یمن شد. ببین من دفاع نمیخوام بکنم از عربستان سعودی ها، عربستان سعودی بزرگترین جنایت جنگی رو توی یمن کرده، ولی من میگم که اینا واکنش به حرکت های جمهوری اسلامیه. خب
من منظورم اینه که هر چیزی که اسلامیه و هر چیزی که با استفاده از اسلام داره جنایت انجام میده و کارهای تروریستی میکنه، معنی چیزی که هدفش دقیقا شبیه اونه. ممکنه درست میگه اگه یه روزی طالبان کاملا به قدرت رسید و هیچ مشکلی هم دیگه تو افغانستان نداشت، ممکنه بگه خب حالا بریم یک برند دیگه به وجود بیاریم که یه کار دیگه بکنیم. خب ولی الان برند طالبان اینو نداره، یعنی الان این پیغام و این تئوری زیر برند طالبان وجود نداره که ما یه حکومت جهانی به وجود بیاریم. شما یه کسی که تروریست اسلامی هست، اگه دنبال همچین هدفی میگرده توی افغانستان یه همچین هدفی دارین، یا میرین عضو القاعده میشین یا میرین عضو داعش میشین. اگه عضو طالبان بشین، هدفتون به خاطر اینکه این برند طالبان یه کار دیگه داره انجام میده. یعنی شما اگه مثلا خواب بیدار میشی، مثلا فکر کنی یک فعال مثلا رادیکال اسلامی هستین، میگی من میخوام بجنگم که یک روزی دنیا رو اسلام بکنم، احتمال داره که عضو طالبان نشین، احتمال بیشتر داره که عضو داعش بشین یا عضو القاعده بشین. منظورم اینه، میگم بذار آشن هم صحبت کنم. آشن بره. آشن تو بگو. سلام، خوبی؟ خیلی ممنون. راستش من به نظرم حرفاتون خیلی با هم فرق نداره، یه ذره شاید تو کلماتش فرق داشته باشه. حالا اگه منظور یکی میگه که اینا با هم حتی میگه فرقی ندارن، یعنی همونه که مثلا نسبت قدیمشون یعنی دنبال یه چیزن، حالا شاید راهشون فرق کرده باشه. هیچ موقع شاید ما قدیم شاید از طالبان نمیدیدیم که مثلا حالت دیپلمات را بندازه بیاد بره این ور اون ور صحبت کنه و نمیدونم از اون را اون در بخواد وارد چه و اینا. بیشتر منظور اینه، وگرنه خب همه میدونن که داستان چه جوریه و یه ذره با هم یعنی نسبت قدیمشون روش‌های مختلفی دارن و اینا. ولی یه چیزی که من آرمین الان گفتی فکر کنم یه ذره مخالفم باشه اینه که مثلا گفتم من مثلا همه اینا بیشتر درد چیزه، حکومته. حالا یکی میخواد افغانستان، یکی میخواد سوریه، یکی یه جای دیگه، در نهایت همین. حالا شاید شعارا فرق داشته باشه، یکی بخواد دنیا رو اسلام کنه، نمیدونم تو آمریکا پرچم اسلام بزنه. ببین از همش درد حکومته. یه روز شاید طالبان تو خوابش هم نمیدید که اینقدر راحت بتونه افغانستان چیز کنه بگیره، ولی موقعی که بگیره مستقرشن یهو دیدی اومد بگه که آقا ما میخوایم گسترش بدیم اینجا بغل این بغلی هم بگیره. بله ولی اون موقع عوض میشه از اون چیزی که ممکنه، که همه چی ممکنه ها، همه چی که ممکنه، ولی چیزی که اگه عوض بشه هویتشون، اگه عوض بشه اهدافشون، خب چون عوض شده پس معنیش اینه که الان نیست. یعنی واقعا یه چیزی که میشه یه جنور چون که یوتیوب ممکنه بیفته جنور یه چیزی دیگه. خب شما ببین، من میگم الان هدف طالبان این نیست، هدف داعش اینه. بعد میگین که خب اگه بیافتن تو قدرت و هدفشون عوض میشه. خب وقتی میگین هدفش عوض میشه، معنیش چیه؟ معنیش که الان هدفشون این نیست دیگه. من نمیدونم بعد چه اتفاقی قراره. آره میدونم، من دارم میگم هر کاری بکنه، هر هدفی داشته باشن، بیس قضیه یه چیزه، اینا همشون دنبال حکومت راهشون از راه اسلامه. حالا راهشون ممکنه فرق کنه، ولی اصل قضیه همشون به نظر من یکیه. حالا چه میخواد طالبان باشه، چه القاعده باشه، یکی زورش میرسه رسید یا موقعی که زورش نرسید. من این تیکه باید مخالفم وگرنه قبول دارم. الان طالبان یه بار تجربه حکومت کردن رو داره، از اون تجربه کرده، از ایران هم کپی برداشته، یعنی به حساب براش شده یه ایدول که مثلا خب اینجوری میشه پایه های حکومت رو با دیپلماسی تر بودن، دیپلومات تر بودن اینا رو جور کنه. بعد الان به پول احتیاج داره، الان تمام اون کمکایی که به افغانستان میشد بسته شده. اینم میدونه این افغانستان 20 سال پیش نیست، به هر حال یه زیرساختایی داره، الان دیگه اداره داره، بانک داره، فلان داره. اون موقع که این گرفت همش جنگ بود، همه چی خراب بود، اصلا هیچی نداشت افغانستان. اینا هم همینجوری یخلی میروندن هر جوری که دوست داشتن. الان به قول تو ببین، اینا هم خودشون هم تو خودشون الان شاخه‌های مختلف شدن. درست حالت اول انقلاب خیلی شباهت داره، این اومدنه خیلی شباهت داره با اول انقلابی که اینا اومد. ما هم درست 35 سال به عقب برگشتیم، افغانستان 20 سال به عقب برگشت. ببین مجید، مشکل من اینه که من وقتی فرقاشون رو میگم، مردم میان به من جواب میدن که خیلی با هم شباهت دارن. انگار من اگه بگم فرق دارن، شباهتشون انگار نمیبینم. منم برای همین همیشه میگم بابا شباهت کلی با هم شباهت دارن، بعد کلی هم با هم فرق دارن. بعد میگن ای آرمین
چرا میگی کلی با هم فرق دارن، اینا کلی با هم شباهت دارن، میگم ای من خودم دارم میگم اینا کلی با هم شباهت دارن. اونجوری که تو میگی خب معلومه دو تا آدم هم با هم فرق دارن، مگه میشه دو تا آدم شبیه هم باشن؟ امکان نداره. اگه این درسته پس چرا، اگه این مجید جان اگه حرف تو درسته که منم قبول دارم، پس چرا هر موقع من فرقاشون رو میگم مردم حساسیت دارن میان چرا نیست شباهتشون؟ بگوش این دلیلش اینه که یه سری آدم موقعی که این داستان طالبان به وجود اومد، یه سری آدم که اکثرا ما رو طرفدار جمهوری اسلامی بودن اومدن گفتن، خیلی توییت هم زیاد زدن بری بخونی یا سرچ کنی، گفتن که این طالبان با طالبان قدیم فرق داره، اینا دیگه اونا نیستن، مشکل مثلا دیگه اینا تروریست کاره تر، اینا مثلا بیشتر اون حالت دفاعی مال اینه. شاید مثلا یکی فکر میکنه که تو مثلا چه میدونم منظور رو اون بخش حساسیت واسه اون به وجود میاد، وگرنه فکر کنم آدم عاقلی نباشه که فکر کنه که اینو فرق نکردن. مگه میشه فرق نکنه؟ خب نه، من اینا آدم عاقل نیستن، برای همین مشکلشون همینه. درسته اگه آدم عاقلی باشه میدونه اینو، ولی خب ببین جالبش به اینه که این حساسیت رو انقدر دارن که تو حتی وقتی توضیح هم میدی که شباهتشون رو قبول داری، چون اینا میخوان همه رو یکی حساب بکنن، حساسیت دارن که تو میگی خب این فرقاشونه. این ازم چیه؟ یعنی حتی اگه اولا بگی من شباهتشون رو قبول دارم ولی این فرقاشونه، اینا موشون رو میخوان از سرشون بکشن بیرون که چرا داری میگی فرق دارن، نه اینا کل اینا یکی هن. خب من دارم به همین حساسیتی دارم اشاره میکنم که اینا میخوان همشی یکی باشه. چیزی که هستم به نظرم حالا دستان و بیشتر فکر کنم راجعی من صحبت کرد که حالا الان چی کار میشه کرد، دون شاید که پیش اومده اون مردم که حالا اونجا خیلی هستن واقعا تقصیری ندارن تو این، دخالتی ندارن تو این قضیه، و الان شرایطشون یه جوری فاجعه باری داره میشه که شاید همسرشون خطرناکه. بیشتر فکر کنم راجعی من صحبت کرد که راه حل چیه بیشتر. من یه چیزی بگم، یه کسی تو لایف چت خیلی جالبه، همه کسایی که اینجوری صحبت میکنن چرترین صحبت ها رو میکنن، بعد به من میگن این چرت میگی. بهمن میگه چرت میگی آرمین، بعد از انقلاب شروع شد چون جهاد افغانستان جلوی شوروی بعد از انقلاب اتفاق افتاد. خب نه بهمن، تو داری چرت میگی، چون که شما نگاه کنین اون حملاتی که شوروی سابق کرد به مجاهدین تو افغانستان بعد از انقلاب 79 تو ایران به شدت افزایش پیدا کرد به خاطر ترسی که شوروی داشت از اینکه همین اتفاق هم توی افغانستان بیفته. خب شما شوروی سابق رو نگاه کنید، هرات رو با خاک یکسان کرد. خب و بعد از اون مجاهدین اصلا هویتشون، رفتارشون، نحوه کارشون علیه شوروی سابق به شدت عوض شد. اتحادی که به وجود اومد، تعداد گروه‌های اسلامگرای افراطی که از کشورهای دیگه با تجربه‌هاشون و با پولاشون و تمام امکاناتی که داشتن وارد افغانستان شد، وارد افغانستان شدن بعد از انقلاب، بعد از این روش رفتار شوروی سابق کاملا از زمین تا هوا تغییر پیدا کرد. خب اصلا یه فاجعه شوروی سابق، یه فاجعه تو افغانستان به وجود آورد که تونست مجاهدین خود علیه خودش متحد بکنه. اصلا شد یک جهاد اون زمان، همه این شد، یعنی جهادی که اگه شما یک مسلمان افراطی می‌خواستین وارد جهان بشین، بعد از این افغانستان جایی بود که شما می‌خواستین باشین، و اینم واکنشی بود که شوروی سابق داشت نشون میداد به خاطر اتفاق، هم شوروی سابق این کارو توی افغانستان کرد به خاطر اتفاق انقلاب 1979، هم عربستان سعودی وهابیا رو اوورد بالا، اول میخواست وهابیا رو بذاره کنار، بیشتر نزدیک فرهنگ آمریکایی و غربی داشته باشه، ولی به خاطر اتفاق انقلاب 1979 تو ایران باعث شد که یه سری وهابیا به کعبه حمله کردن و عربستان اینا رو تو همون خود کعبه کشت، ولی ترسی که داشت که این اتفاق دیگه تو عربستان نیفته باعث شد که عربستان سعودی وهابیا رو بیشتر بیاره تو قدرت، و این اسلام، یعنی عربستان قبل از انقلاب 1979 ایران اگه میرفتین میدیدین که اصلا به شکل امروز نیست، مثلا خبرنگار زن داشتن، زنان بی حجاب مقامای بالا داشتن، ولی قوانین اسلامی به شدت برگشت به خاطر که آل سعود از آل وهاب میترسید، برای اینکه به انقلاب 79 به وهابیا انگیزه داد و این ترس باعث شد که سعودیا وهابیا رو جدی بگیره. خیلی جالبه، اکثر کسایی که جملهشون اینجوری شروع میکنن وقتی میگن چرت میگی، دقیقا بعد از اینکه اینجوری صحبت میکنن خودشون شروع میکنن چرترین حرفا رو میزنن. مجید جان
آشن یه سوال کرد، گفت حالا چیکار میشه کرد؟ والا چیکار، هیچ کار دیگه نمیشه کرد، چون دنیا به این توافق رسیدن و دادن حکومت و بعدش هم حالا دیگه بستگی داره اینا چجوری نشون بدن دیگه، داریم میبینیم دیگه. میگم درست مثل اول انقلابه داره مثلا اوغلاش اونها که ذره عاقل‌ترن و گشتن بالاتر مثلا اونا صحبت میکنن، بعد یه مثلا میخوان یه جلوه دیگه از مثلا طالبان بگن ما این کارو میکنیم، ولی در عمل میبینیم نه بابا بیرون اصلا همونی که هستن، اونا که نشون داده نمیشه که، همون همون اتفاقات داره بیرون میفته، مردم فلان اینا. بعدم دیدی که کمک هم نکردن به پنجشیریام، کمک نکردن، حتی ایران هم کمک نکرد، در صورتی که اونا خیلی نزدیکتر از به ایران بودن تا به ایران، مثلا به طالبان چراغ سبز نشون داده ولی به اونا کمک نکرد. بنابراین دیگه گرفتن اینا فکر میکنم حکومت رو دیگه، دیگه حالا بعدش میخوان چیکار کنن؟ من وای به حال مردم افغانستان، خودشون باید درست مثل ما گیر افتادیم، اونا هم گیر افتادن، 40 سال هم الان طول کشیده. معلوم نیست الان دومین خطری که اولین خطری که برای طالبان الان وجود داره هم خودیاشونه، اگه بیافت معلوم نیست بیافتن به جون هم یا نه، اگه بتونن جون هم دیگه نیافتن، خطر دوم اقتصادشونه. الان پیشبینیایی که شده که من نمیدونم چقدر پیشبینی درسته نه، یه سقوط اقتصادی شدید هست توی افغانستان، خب که من نمیدونم این پیشبینی چقدر درسته، ولی اگه این پیشبینی درست باشه، ببینید احتمال اینکه گروه های مختلف، ببینید این خیلی به نفع القاعده و داعش میشه توی افغانستان اگه از لحاظ اقتصادی سقوط بکنه، خب اون وقت میشه وقت طالبان تنها قدرت توی افغانستان نمیمونه، کلی گروه های مختلف دیگه از بین مردم اگه کار داشته باشن، حقوق داشته باشن، احتمال عضویتشون تو این گروه ها کمتر میشه. خب مردم هرچی ناراضی تر باشن، چیزی برای زندگی نداشته باشن، این بهترین سوخت هست برای این گروه ها که روش پیدا بکنن. و این اگه طالبان نتونه یک ثباتی به وجود، ببین حتی طالبان خیلی منتظر مثلا رابطه های اقتصادی با چینه، چین به عدم ثبات خیلی حساسیت داره، یعنی چین یه مقام منتظر بمونه یه مقدار ثبات طالبان توی افغانستان به وجود بیاره، بعد بگی خب ما وارد میشیم. خب چین حاضر نیست کارگراشو بیاد مثلا اقتصاد یک قراردادای چند بیلیون دلاری رو بیاد راه بندازه، بعد فردا پس فرداش ببینه که این حکومت اصلا ثبات نداره، ممکنه دوباره فروپاشی بگیره. یعنی این اگه از اقتصادی طالبان سقوط، افغانستان سقوط بکنه و مردم گروه های مختلفی تشکیل بشه که طالبان نتونه تک تک، ببین خیلی هم کار نمیبره ها که عدم ثبات به وجود آوردن، کار آسونیه. ببین طالبان قبلا تو موقعیتی بود که میتونست عدم ثبات به وجود بیاره برای حکومت قبلی افغانستان، برای همین اون کارشون راحت بود، برای اینکه یه انگولک این بر اون بر بکنی راحت‌تر هم چی میرسه بهم، ولی الان تو موقعیتی قرار گرفتن که کار سخت رو باید انجام بدن که همه چی رو هم نگه دارن. برای همین گروه های دیگه الان اگه بیان عدم ثبات به وجود بیارن، کار اونا با منابع خیلی کمتری همیشه کسایی که میخوان عدم ثبات به وجود بیارن منابع کمتری لازم دارن تا کسایی که میخوان ثبات رو نگه دارن. حالا طالبان نه تنها تجربه نداره توی حکومت داری و مدیریت، اصلا یعنی آدماش هم دیگه نداره، اکثر کسایی که استعدادش رو داشتن، قدرت این کار داشتن از افغانستان رفتن، خیلی حتی طالبان نمیتونه اونایشون هم که موندن نمیتونه قدرت بهشون بده، بلکه اگه قدرت بهشون بده بقیه طالبانی ها میگن این مال من بود، من این همه ولی همین الانش هم کلیشون ناراضی هستن و خیلی از طالبانی ها که مثلا تو جنگ شرکت داشتن و جونشون رو تو خطر مینداختن برای پیروزی طالبان، هیچ مقامی بهشون داده نشده. یعنی و خیلی از طالبانایی که مثلا تو قطر بودن، هیچ ریسکی نمی‌کردن، تو خونه بودن، فرماندهی می‌کردن، الان این طالبانیایی که تو جنگ بودن کلی الان شاکین که چرا به ما هیچ مقامی داده نشد، شما همش نشسته بودین حرف می‌زدین، الان خود به خودتون مقامای گنده دارین میدین، ولی اون طالبانیایی که داشتن زحمت می‌کشیدن می‌جنگیدن الان بهشون مقام داده نشده. یه مشکل دیگه هم که هست، طالبان ها این ممکنه مجید از این حرف قبول کنه، خیلی از گروه های گروه شبکه حقانی الان به شدت قدرت گرفتن، خب و این گروه شبکه حقانی با القاعده خیلی نزدیکه، خب یعنی
اگه بخواین دفاع بکنین از اینکه طالبان به القاعده نزدیکه، شبکه حقانی هست که این رابطه بین القاعده رو و طالبان رو داره. خب آرمی جون اصلا اینا نمیتونن بگن نه، اینا از گروه های کوچیک مختلف با هم همبسته شدن، نمیتونن الان بگه مثلا به اون نه. چون همین حقانی همین بود که مجاهدین وقتی افغانستان گرفت به احمد شاه مسعود گفت قبول ندارم میخوام بهت حمله کنم، و حمله کرد. و همین بی ثباتی که میگی خیلی آسان تر بی ثبات کردن تا اینکه قدرت، که احمد شاه مسعود ازش خواهش کرد گفت با بیا با هم حرف بزنیم، گفت نه من میخوام حمله کنم، قدرت رو میخوام. متوجه میشی وقتی به پول و قدرت میرسه میگه آخه رژیما بعد از چند سال متلاشی میشن بابت اینکه فساد میاد توشون، به خاطر اینکه اشلافی میشن. جمهوری اسلامی رو ببین اینجوری بود، مال پابرهنه ها و به قول خودشون مستضعفین بود، الان همشون کاخای شاه هم گرفتن توش زندگی میکنن، همین سران مملکت تو همون کاخی که از شاه ایراد میگرفتن دارن مجید زندگی میکنن. مجید قبول داری که طالبانیایی که جز شبکه حقانی هستن با اون طالبانایی که توی دوحه توی قطر بودن فرق داره؟ خیلی فرق میکنن. اون قسمت دیپلماسی، اون میخواد پولا رو بیاره، میخواد جلوه خوب مثل ظریف میمونه. نه 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 مثلا قاسم سلیمانی که میگه میدان و فلان، درسته نه یه مقدار فرق داره با چیزی که میگه، یعنی ولی اینجوری هم نیست که هماهنگی با هم فرق کرده باشن که بگن تو برو اینو بگو ولی ما یه کار دیگه میکنیم. خودشون هم به طور ذاتی هم با هم مخالفت دارن، اینو قبول داری؟ الان موقع اونجاست که همدیگر رو بزنن بکشن، هی و از همین داعش پایش این وسط ها استفاده میکنن، مثلا میگه داعش کرد اونو زد، ولی همه رو هی همدیگر رو حذف میکنن تا اونی که از همه قدرتمندتره میاد وای میسته و استابیل میشه، و همین هم میشه. نگاه کن حالا ببین هی همدیگر رو ترور میکنن، اونو میکشه به خاطر اینکه از هم وحشت دارن، یه کارایی میخوان بکنن. ببین میان توی این که یه سیاست کلی افغانستان رو میان ترسیم میکنن، حالا یه سریشون مخالف هم میگن نه ما با این مثلا نمیخوام یا اون نمیخوام اذیت کنه، اونجا حذف کردن ها شروع میشه. درست صد درصد اینجوری میشه. نه هیچی صد درصد احتمالش زیاده. نه منظورم اینه که به حالت اگه ایران رو دیده باشم، اون تجربه ایران به من اینو میگه، میگه اینجوری میشه. نه این قبول دارم که احتمال این زیاده، حالا میبینیم میبینیم چی میشه. آره. من هم دارم پایین اینجا منصور هم مثل این که اعتراض کرده، من نخونده بودم وگه نه نمیموادم نه 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 اشکال نداره، همه دوست دارن وقتی تو میای، منصور رو که نمیتونه تعیین کنه. ولی خب عشان حرف آخر رو بزن که من بذارم شما رو دوتا رو پایین، بعد منصور رو بیارم بالا. منصور نفر بعده، بگو عشان حرف آخر. آقا منشید شما کارت درسته، خب بچه های دیگه هم اصلا راست میگه، بعضی اون موضوع های میشه میگه آدم بیاد دیگه. اما من هم استفاده من برشد یه روزم بیای خاطراتو بگی و اینا، ما منتظریم بیای راجع به اون داستانم صحبت کنیم. آرمی نیلوفر هم میگه حرفای مجید خیلی خوب. آرمی یه سوال، حالا یه ذره پایین ببخشم، یه سوال راجع به این داستان یه ذره فرق داره. من میدونم چون تو این داستان های اسرائیل و اینا رو خیلی دنبال میکنی و نظر میدی راجع بهش، من خودم خیلی چیز ندارم. خواستم بدونم که الان به نظر تو، حالا میدونم که نمیشه خیلی چیز صفر و یکی نگاه کرد کلی، ولی به نظر تو سیاست الان اسرائیل در کل مجموعا توی بودن جمهوری اسلامی یا نبودنش؟ تو بودن جمهوری اسلامی الان بیشتر فکرشون بودن خودشون یا نبودن خودشونه. دولت فعلی اسرائیل بیشتر نگرانیش اینه که آیا نتانیاهو میتونه برگرده یا نه. نیازم چه جمهوری اسلامی وجودش یه وسیله است برای که هر کدومشون میخوان نشون بدن که ببین الان محاسباتشون دو تا چیزه، خب یکی این که چقدر با آمریکا نزدیکن، یکی این که نشون بدن که به مردم خودشون نشون، دولت کنونی اسرائیل میخواد نشون بده که برخلاف نتانیاهو که رابطهش رو با دموکراتای آمریکا زد به هم خراب کرد، یا انقدر نزدیک جمهوری خواه شد که رابطه اسرائیل وابسته شد به اینکه کدوم حزب توی آمریکا بالا باشه، این دولت کنونی اسرائیل اون اشتباه نتانیاهو رو نمیکنه و با بایدن رابطه های خوبی خواهد داشت که نشون میده که اسرائیل حمایت آمریکا رو
از دست نخواهد داد. یعنی خیلی ها فکر میکنن که کلی از حمایتایی رو که اسرائیل داره از دست میده از آمریکا تقصیر نتانیاهوه. نتانیاهو هم یه کارایی کرد که خیلی راستگراها تو آمریکا طرفدارش بشن، ولی خب چپگراها توی آمریکا علیهش شدن و چپگراها هم چون داره بیشتر و بیشتر میشن و وقت باعث میشه که کلیت مردم آمریکا نگاهشون نسبت به اسرائیل اون حمایت قبلی که بدون شرط و شروط و وفاداری بود دیگه نباشه و این هزینه دار شده برای رفتش. من حرفا تموم کنم. هزینه دار شده برای مردم، برای میگه مردم اسرائیل که ما اون حمایت قبلی رو نداشتیم و ما میخوایم نشون بدیم که دولت امروزی این اشتباهو نمیکنه. یکی این، و وقتی که به جمهوری اسلامی میرسه ببینم، من فکر نمیکنم هیچ کدومشون تو محاسباتشون الان این باشه که جمهوری اسلامی اصلا قراره نباشه. من بعضی موقع ما یه جور ما چون براندازی هستیم احتمال براندازی رو جوری محاسبه میکنیم که بقیه محاسبه نمیکنن اونجوری که شما فکر میکنین. یعنی من فکر میکنم کسی درصد بالایی تو محاسباتش قائل بشه برای اینکه مثلا جمهوری اسلامی اصلا بخواد حذف بشه. چیزی رو چیزایی که دارن محاسبه میکنن توی تحلیلاشون اینه که چقدر احتمال داره که این جمهوری اسلامی به بمب اتم دسترسی داشته باشه یا نداشته باشه، یا قرار داشته باشه کی قرار داشته باشه و کیا با ما هستن جلوی ببین. یعنی الان حکومت اسرائیل فکر نمی‌کنه میتونه باعث بشه که مثلا جمهوری اسلامی کاملا برانداز بشه. خب اینا تو این موندن که تو حتی توی این موندن که آیا اصلا میت قابلیت اینو دارن که جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن که بمب اتم داشته باشه. یعنی اینش هم دیگه مطمئن نیستن که میتونن یا نمیتونن. شما اگه اینش هم مطمئن نیستن، شما فکر کنین اینا میتونن، فکر میکنن که میتونن اصلا کاملا جمهوری اسلامی رو حذف بکنن. ببین الان مشکلشون اینه که چه کسای متحد ما هستن. اسرائیل میگه چه کسای متحد ما هستن که نذارین جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه. یعنی نقشه‌هاشون اینه. یعنی خیلی شما مرحله یکش هم اینا مطمئن نیستن، شما دارین در مرحله 10ش فکر میکنین اینا دارن برنامه ریزی میکنن. اینا میخوان محاسبات کاری که دارن میکنن توی مجلس، من یه ذره میوتت میکنم چون صدا، اینا محاسباتی که دارن میکنن، حمله هایی هم که حتی میخوان با نقشه کشیدن، میگن ما جواب میدیم، ما حمله میکنیم به ایران و اینا، حمله هایی که در نظر گرفتن حمله هایی که باعث میشه که مثلا غنی سازی جمهوری اسلامی، مثلا مرکز غنی سازی جمهوری اسلامی به خطر بیفته، یا یعنی اینکه مثلا اگه دارن فلان جا یه چیزی میسازن چند سال عقبش بندازن که وقت بگیرن بتونن کشورهای اروپایی رو قانع بکنن که یه مقدار جای جمهوری اسلامی وایسه. چین رو الان دارن صحبت این میکنن که چین رو بیشتر قانع بکنن که همکاری بکنه باهاش، چون میدونن چین خیلی الان نقش، یعنی حتی کشور اروپایی مثلا حمایت نکنن از جمهوری اسلامی، میدونن که نقش چین، نزدیک شدن حکومت چین با جمهوری اسلامی خیلی تاثیر داره، برای که جمهوری اسلامی داره بیشتر به چین تکیه میکنه، برای همین اسرائیل داره سعی میکنه با چین صحبت بکنه که اونا رو قانع کنه که جلوی اتمی شدن جمهوری اسلامی بگیره. یعنی اگه شما همه سیاستاشون رو نگاه کنین، بحث سر اینه که چجوری جمهوری اسلامی رو جلوشو بگیرن که اتمی بشه، نه که برانداز بشه. اینو من فکر نکنم کسی جدی داره میگیره به عنوان یک چیزی که واقع امکان داشته باشه. هرشب جان نظر چیه؟ مرسی مرسی. من راستش چون میگم خیلی دنبال نبوده سشون نظر تو رو بدونم. مرسی از جواب کاملت، متوجه جوابم گرفتم چیزی که میخواستم بشم. ممنون. ولی چیزی که فهمم میدونم، احساس میکنم، نه شاید با این فکر کنم تو مخالف باشی، اینکه ترکیب ترامپ و نتانیاهو بیشتر داشتن صد ایجاد میکردن جلوی جمهوری اسلامی، چون خبرهایی که میرسن خیلی متاسفانه انگار خیلی اینا نزدیک شدن به اون داستان غنی‌سازی و یعنی به خاطر ترامپ احتمال... به خاطر ترامپ نزدیک شدن، به خاطر ببین اینا به محضی که به خاطر کارهای ترامپ باعث شد که اینا به سرعت بتونن به غنی‌سازی 60% نزدیک بشن. یعنی ترامپ به های یعنی ببین برجام، به نظرم برجام اوباما بسیار مشکل داشت، ولی وقتی که اومد اینکه ترامپ برداشتش خیلی از لحاظ ظاهری باعث یعنی جمهوری اسلامی تو دنیا طرفدار پیدا کرد. خب که این جمهوری اسلامی به حقه و آمریکا به حق نیست، و آمریکا رو از لحاظ ظاهری بسیار ضعیف کرد از لحاظی که بتونه قدرتی داشته باشه علیه جمهوری. هم باعث شد که اروپا پشت آمریکا وای نسه، خب
یعنی وقتی که درباره ببین الان بایدن خیلی راحت تر میتونه متحد باشه با اروپا که قوی تر وایسه علیه رفتارهای جمهوری اسلامی. ترامپ اومد یه سری حرفای زد باعث شد که کشورهای اروپایی مقدار خودشون از آمریکا جدا بکنن و باعث شد که جمهوری اسلامی بدون که خیلی قضاوت منفی علیش بشه تو جامعه بین المللی سریع غنی سازی رو ببره بالا. کسی هم تو جامعه بین المللی هم اگه بخواست بگه ای بابا اینا دارن غنی سازیشون رو بیشتر میکنن، اکثرا کشورا میگفتن خب تقصیر کی بود؟ تقصیر ترامپ بود. یعنی نه تنها شروع کرد باعث تونست کلی غنی سازی هم غنی سازی بیشتر بکنه، هم قابلیت غنی سازیشو بیشتر ببره بالا، هم تجربه هایی رو به دست بگیره که دیگه قبلا نداشت و دیگه کسی نمیتونه اینا رو ازش بگیره، هم بتونست به سرعت به جایی برسه که الان دیگه جلو گرفتن جمهوری اسلامی بسیار سخت میشه. هم همه این کارا رو کرد، ولی این کارا رو کرد بدون که جامعه بین المللی بتونه فشار بیاره روش. یعنی یه سری کارهایی کرد که اصلا غیر قابل باور بود که اصلا جامعه بین المللی اینا رو قبول بکنه، برای که هر موقع می‌خواستیم فشار بیاریم روی جمهوری اسلامی که چرا این کارا رو می‌کنی، همه میتونستن اشاره بکنن خب این تقصیر ترامپ بود. خب یعنی به همین راحتی جمهوری اسلامی رو میتونست خودش رو به حق نشون بده تو جامعه بین المللی. یعنی واقعا چندین سال عقب افتاد به جای الان جمهوری اسلامی رسیده از غنی سازی و بمب اتمی و اینا، که توی 4 سال به جاهایی رسید که اصلا غیر قابل تصور بود. یعنی همش هم تقصیر ترامپ بود. تازه ترامپ هم می‌خواست یه برجام جدید بیاره، یعنی خلاف میکنن که نه بهتر بود که این کارو کرد برای که برجام بیخود بود. ترامپ همون کاری رو که با نفتا کرد، همون کاری که با کره شمالی کرد، فقط می‌خواست یه چیزی رو برداره بعد خودش بذاره، یه چیز دیگه با اسم خودش باشه، نه که می‌خواست نباشه، می‌خواست با اسم خودش باشه. یعنی همه این هزینه‌ها رو دادیم که جمهوری اسلامی اینقدر بیفته جلو. تازه اینم نبود که می‌خواست اصلا مذاکره نکنه با جمهوری اسلامی، می‌خواست یه مذاکره جدید بکنه، یه برجام جدید باشه به اسم ترامپ. من یه سوپر چت هم گرفتم برای تشکر کنم. بگو صحبت کن. آره میدونم متوجه شدم، ولی خب یه طرفم اون موقع ما خیلی با جمهوری اسلامی با ثبات‌تری تقریبا لحاظ اقتصادی و اینا طرف بودیم دیگه زمانی که برجام بود. ولی خب من فکر کنم اگه همین سیاستایی که مثلا به هر حال داره از این طرف رو داریم، میگه از اون طرفم خب خیلی سیاستایی بود که آمریکا داشت فشار می آورد، ایران خیلی ضعیف‌تر شده بود نسبت به زمان اوباما دیگه. فکر می‌کنم حالا بچه‌ها تو منتظرم خیلی ضعیف شدنش با جمهوری اسلامی ضعیف شدنش فرق داره، اینم حد در نظر بگیر. جمهوری اسلامی منظورم، جمهوری اسلامی منظورم. جمهوری اسلامی نمیدونم، حالا این یه بحث دیگه میشه. خب از لحاظ اقتصادی اگه جمهوری اسلامی اینکه ضعیف شدنش با اقتصاد مردم مقدار جداست، حالا اینو بحث دیگه میشه. خب ولی من بچه‌ها منتظرم من دیگه ادامش، ولی اون چیزی که می‌خواستم جواب دادیم. آمدی چشتایی خوشگلی داری؟ آره خیلی خوشگله. خیلی خب من میذارم به پنش جا پنش که بچه ها صحبت کنه. باشه خوشحال شدم. خدا 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 خد